شورای امنیت حق... شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته برای ادای احترام و قربانیان زمین در در افغانستان یک دقیقه سکوت کرد نسیر احمد اندیشه نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل در جنوا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که زمین در پسین در افغانستان فاجعه بشری بزرگ برای این کشور است هم آلمان برای از از هم آلمان برای آسیب دیدگان زمین لرزه هرات 5 میلیون یورو کمک کرده اما چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است تا اکنون 200 هزار دلار به این کشور کمک مالی انجام داده است ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت حرات هم گفته که تیم نجات و محموله های کمکی ترکیه و این ولایت رسیده است و در همین حال صلیب سرخ سنگاپور از کمک 50 هزار دلاری و پاکستان از ارسال بست های کمکی به افغانستان نیز خبر داده است کمیرای یوسفی گزارش می‌دهد زمین لرزه فاجعه بار هرات حتی جهان را به سکوت درآورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته برای ادای احترام به قربانیان زمین لرزه در افغانستان یک دقیقه سکوت کرد نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در جنوا درخواست ادای احترام به قربانیان را کرد و گفت که این یک فاجعه بشری بزرگ برای افغانستان است. ما درخواست خواست تا برای احترام به آسیب دیدگان در زمین لرزه هرات و جان باختن هزاران تن شامل زنان، کودکان و کهنسالان یک دقیقه سکوت کنید. زمین لرزه های پی همه و وضعیت بحرانی مردم در این ولایت آنچنان که تصور می شد نتوانسته است توجه جهان را جلب کند. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است تا اکنون 200 هزار دلار و آلمان 5 میلیون یورو برای کمک باسیب دیدگان کمک کردند. انتظار میره که مسئول در قسمت ایجاد کارشوی مناسب برای توضیح کمکها، ها گام های لازم و عملی را بردارند و با راکار درست و مناسب کمک رسانی بتونن جلوی سو استفاده ها را بگیرن. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم گفته که تیم نجات با محموله کمکی ترکیه که شامل خیمه، کمپل، دوا و لوازم صحی است به این ولایت رسیده و صلیب سرخ سنگاپور از کمک 50 هزار دلاری به افغانستان نیز خبر داده است. ما از تلفات جانی و جراحات و همچنین خسارات وارده به خانه ها اموال و معیشت ها در اثر این زمین لرزه ویرانگر بسیار متاسفیم. هنگامی که در هفته پیش رو درخواست جمعوری کمک های مالی خود را آغاز می کنیم، امیدوارم مردم سنگاپور از ما در ایجاد امید و کمک به جامعه در حرات حمایت کنند. به همین ترتیب چین، پاکستان، سنگاپور، ترکیه، ژاپن، اداری هماهنگ کنندی کمک های بشر سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، کمیته بین المللی نجات، برنامه جهانی غذا، صندوق پشتبانی از کودکان سازمان ملل، هلال احمر ایران و مؤسسه پاملرنه به آسیب دیدگان هرات کمک کردند.